مرسی برادرم. سلام. سلام بر مقدسین خداوند. امروز فهمیدم روز مادر هست. روز مادر رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و این رو اگه عزیزان به همین شکله. امروز میخوایم در خصوص پدر صحبت بکنیم. مادران جای خودشون دارن، عزیزان هستن و توی زندگی همه ما نقش داشتن و فکر میکنم همه ما به جرئت میتونیم بگیم هر کسی که هستیم مادران نقش اساسی و خیلی بزرگی توی زندگی ما ایفا کردن و خدا رو شکر میکنیم برای وجودشون. فرصت تازه این هستش که میتونیم خدا رو پرستش بکنیم. ما این نام اون رو با هم برافرازیم، جلالش بدیم، از نیکویی هاش صحبت بکنیم، در مورد کلام زنده خدا با هم دیگه تفکر بکنیم و بگیم که او ما رو محبت کرده. اول او ما رو محبت کرده و ما این فرصت رو پیدا کردیم که بتونیم این محبت رو که به ما یاد داده به دیگران و به خود خدا هم نشون بدیم، نه تنها به اعضای کلیسا که مقدسین هستن، به یک روح نوشانیده شدن با هم دیگه در این نجات شریک هستیم، بلکه به دنیای بیرون هم بتونیم این محبت رو ابراز بکنیم و نام او رو در محبت کردن، در دوستی کردن و در کارهای مختلف رحمت و خدمت نشون بدیم. من میخوام تشکر بکنم از کشیش آلبرت عزیز، کشیش نسرین گرامی، وحید گرامی، دوستان عزیزی که این فرصت رو مهیا کردن که میتونیم امروز با هم یک نگاه کوتاهی به کتاب مقدس داشته باشیم. اسم من ادوین کشیش آبنوس هست. من مدیر برنامه‌های شبکه محبت هستم. نمی‌دونم چند نفر شما عزیزان تا الان شبکه محبت رو تماشا کردید؟ چند نفرتون دنبال می‌کنید؟ چند نفر از شما دوستان عزیز از طریق شبکه محبت به مسیح ایمان آوردید؟ یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار، پنج نفر. خب خدا رو شکر. خدا رو شکر به خاطر این وسایل مختلفی که خدا در اختیار ما میگذاره تا میتونیم کلام زنده خدا رو اعلام بکنیم. من میخوام یک وارد بحث امروز ما از کلام زنده خدا خواهیم شد، اما اگر اجازه بدید دوستان، من میخوام یک وبسایت کوتاهی رو هم خدمت عزیزان و علاقمندان معرفی بکنم. ببخشید به خاطر رنگ‌ها یه مقدار مشکل تکنیکی هست. وبسایت masiyat.com رو من خواستم فقط خدمت عزیزان معرفی بکنم. با کشیش آلبرت عزیز و خواهر نسرین در خصوصش صحبت کرده بودم، معرفی کرده بودم. این وبسایتی هستش که شبکه محبت به تازگی تهیه کرده. پورتال مسیحیت هست اسمش و ما سعی کردیم که در این پورتال مسیحیت درس‌های مقدماتی رو برای کسانی که حقجو هستن در اختیار کلیساهای مختلف بگذاریم، مخصوصا کلیساهای اروپا. میدونم شما برنامه‌های بسیار عالی رو دارید و عزیزان داشتن از خدمات مختلفی که در این قسمت دارید انجام میدید صحبت می‌کردن. این یک کمک جانبی هستش به شما عزیزان که بتونید این دروس رو از بخش مقدماتی تا مدیریت کلیسا، رهبری کلیسا، مرسی، دنبال بکنید. بنابراین اگر این وبسایت رو شما آشنا باش نیستید، یادداشت بکنید masiyat.com، میتونید عضوش بشید و این وبسایت به صورت خیلی مستقیم و مشخص با شبانان کلیسا در ارتباط خواهد بود و اطلاعات رو مخصوصا شما دوستانی که در اون ثبت نام کردید رو به عزیزان انتقال خواهند داد. صحبت امروز من در خصوص دعای ربانیه. من میخوام پیش از اینکه باز وارد این قسمت بشم دو تا یک کتاب و یک دیویدی رو خدمتتون معرفی بکنم. اجازه بدید از یک دیویدی خدمتتون شروع بکنم. در پی قدم‌های مسیح، یک سفر شخصی بود که 2 سال پیش من به اسرائیل داشتم و به مناطق مختلفی که مسیح خودش قدم زد، کلام خدا رو موعظه کرد، معجزات کرد و اتفاقات کتاب مقدس در اون به وقوع پیوست رو رفتم اونجا ملاقات کردم. تجربه بسیار دست اولی بود برای من، مخصوصا برای یک ایرانی که از بچگی همیشه توی تلویزیون‌ها، توی کارتون‌های خودشون به ما یاد میدن که یه مقدار ضد اسرائیل و ضد یهود باشیم. این ویدیو سیاسی نیست، این ویدیو یک ویدیوی جستجو در پی قدم‌های مسیح. در حقیقت در جاهایی میخوام برم که مسیح رفته و اون رو پیدا بکنم، در بابش تأمل بکنم. 6 قسمت هست در یوتیوب وجود داره. اگر دوستان تا الان نمیدونم دیدید، چند نفر شما این رو دیدن؟
خدا رو شکر. این دیویدی 6 تا از این دیویدی بیشتر نیست و به زبان انگلیسی ترجمه شده. اگر مایل بودید این رو هم شما میتونید از قسمت کتاب فروشی کلیسا به دست بیارید. و اما بخشی رو که امروز میخوام با شما دوستان عزیز در میون بگذارم در خصوص دعای ربانیه. حدود یک سال پیش منم یک کتابی نوشتم در باب تفسیر دعای ربانی. باب 6 کتاب متا آیات 9 تا 13 قسمتی هستش که مسیح به شاگردان یاد میده که چطور دعا بکنن. و فرصتی رو داشتم حدود 4 ماه با عزیزان در ترکیه این دروس رو بگذرونم و در این حالی که داشتم این بخش رو تفسیر می‌کردم خودم هم یاد می‌گرفتم و مجموعه این دروس رو و این مجموعه تحقیقات رو که داشتم رو گردآوری کردم و به شکل کتاب این رو آماده کردیم. این کتاب هم حدود 60 تا 70 تا نمی‌دونم تعداد دقیقش چی هست در کتاب فروشی کلیسا موجود هست. بنابراین اگر مایل هستید که این رو ابتیا بکنید میتونید از عزیزانی که در مسئول اون قسمت هستن سوال بکنید و عزیزان به شما کمک خواهند کرد. اما دعای ربانی رو بذار من امروز زیاد سوال میکنم. چند نفر از شما عزیزان خوندید دعای ربانی رو؟ چند نفر از شما عزیزان این دعا رو از حفظید؟ بیشتر. خب من دعای ربانی اولین دعایی بود که من در کودکی اون رو حفظ کردم. اما پیش اجازه بدین رو هم بخونیم. اگر موافق باشید بیاین با هم به عنوان جماعت این دعا رو با هم قرائت بکنیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است. تا فرما های ما رو ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم و ما را در آزمایش بلکه از آن شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن است. آمین آمین. این دعا اولین دعایی بود که من توی کودکی این رو یاد گرفتم. مادرم این دعا رو توی کودکی به من یاد میداد. سلاید بعدی. و هر شب قبل از اینکه بخوابم، اگه بتونید سلاید بعدی رو نشون بدید، هر شب من قبل از اینکه بخوابم این دعا رو، این من نیستم البته، اینقدر من این مقدار زشت بودم، بچه اردک زشت بودم، ولی اینا یه عکسای قشنگی هستش که این دوستان کوچولو دارن دعای ربانی رو سر صف کلاس قرائت میکنن و من هم چون از ارامنه هستم، توی مدارس ارامنه میرفتیم، همین رسم بود که قبل از اینکه این جلو نظام و عقب نظام و اینها رو میکردیم دعای ربانی رو قرائت میکردیم. ولی مادرم من یاد داده بود که دعای ربانی رو حفظ بکنم. هر شب قبل از اینکه من بخوابم این دعای ربانی رو از حفظ میگفتم و خب بعد از یه مدت این تبدیل به عادت میشه. توی 15 ثانیه من این رکورد رو داشتم که این دعا رو میگفتم، رو میرفتم زیر لحاف و امیدوار بودم که خدا منو حفظ بکنه از هر خطری، از هر لولویی که بیاد و شب دنبال من. این دعا من رو دعای محافظت من بود. بنابراین این دعا رو حفظ بودم، اما یک کلمه از این معنای دعا رو نمیدونستم. خانواده ما هم خانواده مذهبی نبودن. پدر بزرگ من کشیش بود، اما توی خونه ما حتی یه انجیل هم پیدا نمیشد. اما این رسم فرهنگی ما بود که حتما باید بچه ها دعای ربانی رو بدونن و توی کلاس ها و مدارس هم این رو اجبار کرده بودن که این رو ما دعا بکنیم. اما این نادانی، این ناآگاهی از دعای ربانی فقط مخصوص زمان کودکی من نبود. بزرگ که شدم، وقتی به مسیح ایمان آوردم و این تجربه روحانی رو داشتم که با خداوندمون ملاقات بکنم و زندگی خودم رو به او بسپارم، با دعای ربانی آشنا شدم و انجیل متا باب 6 رو مطالعه کردم و دیدم که چه زیبا داره عیسی مسیح به شاگردان خودش یاد میده که این دعا رو به زبان بیارن. اما باز معنای عمیقی رو که در این دعا نهفته بود برای من آشکار نبود. نمیدونستم
که این دعا چه معنایی داره. امروز هم خیلی ها این دعا رو به زبان میارن. توی شما خیلی از کلیساها که میرید با آواز زیبایی، با آوای خیلی دلنشین این رو به زبان میارن. اینا جزء جدا نشدنی خیلی از کلیساهای ما هستن. توی کلیساهای ارتدوکس شرق که با یک موزیک خاصی و خیلی دلنشین این رو هم به زبان میارن. اما خیلی مسیحیان کمی هستن که حقیقتاً به معنای این دعا پی بردن. و گمان میکنم که اگر ما با این دعای ربانی آشنا باشیم زندگی ما متحول میشه. دعای ربانی یه نقشه خیلی زیبایی هست به دل خدا. دعای ربانی، دعای خداوند نه تنها یه نقشه زیبایی هست برای پیمودن طریق روزانه زندگی مسیحی ما، بلکه یه روزنه‌ای هست. یه روزنه نورانی در جهت شناخت بهتر و عمیق‌تر عیسی مسیح و مأموریت آسمانی. دعای ربانی فقط یک دعا نیست. دعای ربانی یک گنج عظیمیه که مسیح شناسی ما رو غنی میکنه. تجربه پویای سیاحت مسیحی ما رو که هر روزه باهاش درگیر هستیم و دست پنجه نرم میکنیم رنگین میکنه. آیا این تالا این تجربه رو داشتید؟ به عنوان صادق باشید. میدونم چون همه ما این رو داشتیم که وقتی میخواستیم دعا بکنیم این جویبار کلمات دعا و نیایش ما خشک شده. من خیلی اتفاق میفته، شاید هر روز هر وقت میخوام دعا بکنم گاهی اوقات نمیدونم چجوری باید دعا بکنم، نمیدونم چی باید بگم، چطور میتونم با این خدای خودم در ارتباط باشم. دعای ربانی به ما یک راهی رو میده و کمک میکنه که توی این مسیر روحانی خودمون و مشارکت آسمانی خودمون گم نشیم. آیا تا به حال احساس کردید وقتی که میخواید اراده خدا رو توی دعاها از او بطلبید نمیدونید که اراده خدا چی هست؟ در مورد خیلی از مسائل دعا میکنیم نمیدونیم، خدا اگر اراده تو بود این رو عملی بکن. اما دعای ربانی به ما یک نقشه ای رو میده، یک بلوپرینتی رو میده که با مطالعه اون میتونه به ما کمک بکنه تا ببینیم اراده خدا چی هست. دعای ربانی همون نقشه‌ای هستش که نه تنها راه دشوار نیایش رو برای ما آسان میکنه، بلکه طریق سلوک در انسانیت باطن ما رو هم برای ما هموار میکنه. مسیح این دعا رو به درخواست شاگردان خودش تعلیم داد. شاگردان عیسی مسیح پیش مسیح رفتن، گفتن ای استاد دعا کردن رو به ما آموزش بده. یه لحظه به این شاگردان فکر بکنید. اینا نوجوان بودن خیلی. حالا توی فیلم‌ها پتروس یه مرد خیلی جا افتاده هست و فکر کنم جوان‌ترین اونها رو یوحنا رو به تصویر می‌کشن، ولی اکثر قریب به اتفاق این شاگردانی که داشتن مسیر رو دنبال می‌کردن جوان بودن. بعضی‌هاشون 17 18 سال بیشتر سن نداشتن. با مسیر راه می‌رفتن. 3 سال با او زندگی کردن. کارهای عجیبی رو دیدن. حرفا و تعالیم انقلابی او رو شنیدن و دیدن که از دستاش چه کارهایی داره صادر میشه. پیش عیسی مسیح میرن و به مسیح میگن که خدایا به ما دعا نمودن رو یاد بده. من قبل از ایمان، من ارمنی هستم، اگر قبل از ایمانم به مسیح نزدیک میشدم، مسیح رو میدیدم و میدیدم که داره کارهای عجیب میکنه، اولین چیزی که به مسیح میگفتم میگفتم مسیح به من یاد بده چطور آب رو به شراب تبدیل میکنی. بعضیا عیسی مسیح رو دیدن که مرضها رو شفا میده. شاید پیش مسیح میرفتیم میگفتیم که به ما یاد بده چطور مرضها رو شفا میدیم، چطور دیوها رو اخراج بکنیم، چطور مرده ها رو زنده بکنیم، چطور از دهان اون ماهی اون سکه رو در بیاریم یه مقدار وضع ما خوب بشه. نه، نیت ها ممکنه خیلی متفاوت باشه. شاگردان پیش عیسی مسیح میرن و دعاهای عیسی مسیح رو شنیدن، زندگی او رو تجربه کردن، باهاش زندگی کردن، باهاش خوابیدن، بلند شدن، نهار رفتن، مسیح رو شناختن. حالا پیش عیسی مسیح میرن و از مسیح میخوان که دعا کردن رو به اونها یاد بده. البته مسیح شفا میداد، البته مسیح معجزه میکرد، اما به نظر من یکی از دلایلی که شاگردان پیش عیسی مسیح میرن و از او درخواست میکنن که
دعا کردن رو بهشون یاد بده خلوص دعاهای عیسی مسیح بود. جنس دعای مسیح متفاوت بود. دعاهای مسیح کیفیت متفاوتی داشت. دعای مسیح با دعای فریسیان و مذهبیون ریاکار زمان خودش خیلی متفاوت بود. یادتون هست فریسیان و ریاکاران زمان چطور دعا میکردن؟ توی خیابونها، توی گوشه های خیابونها اونجا نماز میگذاشتن تا مردم دعاهایشون رو ببینن که چقدر اینا متدین هستن، چقدر متعهد هستن به باور خودشون، به مذهب خودشون. ولی عیسی مسیح اینطوری دعا نمیکرد. خیلی جاها از کتاب مقدس کلام خدا به ما یاد میده که عیسی مسیح به اون انزوا میرفت، به کوه میرفت و جایی بود که کسی اطرافش نبود و اونجا دعا میکرد و کلام خدا از کیفیت دعایش صحبت میکرد که چطور جان خودش رو میریخت، چطور با پدر آسمانی در ارتباط بود. شاگردان مسیح رو میدیدن. شاگردان مسیح کیفیت دعای مسیح و خلوص دعای مسیح رو دیده بودن. من و شما هم با این جنس از روحانیون آشنایی خیلی زیادی داریم، مخصوصا از جایی که همه ما میایم. به ظاهر مخلصان خدا هستند که نمایش های رنگارنگی رو بازی می کنند، ادعای دینداری دارند اما صداقت و راستی توی دیانتشون غایبه. خدا رو صدا می زنند اما می دونیم خطابشون من و شماییم. من و شما صدای دعایشون رو بشنویم کافیست. مسیح دعاش خیلی متفاوت بود. حافظ شعر خیلی زیبایی داره. من این اولی شعر و تنها شعریه که بلد هستم. واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. من این تجربه خیلی جالبی داشتم. زمانی که سرباز بودم، این من نیستم، امیر تتلوه، نمیدونم چند نفر امیر تتلو رو میشناسن. من عکس از سربازی خودم ندارم، به ما دوربین نمیدادن عکس بگیریم، ولی گفتم فکر کنم ایشون هم برای یه ضبط موزیک ویدیوش به پادگان جی رفته، نمیدونم. من توی پادگان جی سرباز بودم و راننده بودم. مسئولیت رانندگی رو به من بعد از مدتی یک سرهنگی لطف کرد و داد. بعد از یک سال پاسداری دادن سخت شب و روز گفت که بیا راننده دفتر من شو. و بعد جوان بودیم، سرمونم یه مقدار بوی قرمه سبزی میداد و یکی از این روزها سرهنگی که مسئول من بود گفت که ادوین میخوام که سرهنگ فلانی رو برداری بری داخل شهر یه ماموریتی رو انجام بدی. شما باید برن یک دفتر مال وزارت دفاع بود، کارهاشون رو انجام بدم. منم اطاعت کردم، ایشون سوار ماشین من شدند و با هم شروع کردیم به داخل شهر از پادگان جی رفتن. رمضان بود و من زیاد عادت نداره معده من که به این شکل به مدت 40 روز 30 روزه 40 روز رمضان 30 روز به این شکل روزه بگیرم. یه 10 دقیقه گذشت و توی رانندگی یه نگاهی کردم به سرهنگ که بغلم بود. زیاد چهرش خشناک نمی اومد، ریشاش هم زیاد پرپشت نبود و از توی جیبم یه دونه ساق طلایی در آوردم و یه نگاه کردم به سرهنگ، گفتم جناب سرهنگ میفرمایید؟ یه نگاه چپ به من کرد، گفتش که بنده روزم. گفتم خواهش میکنم. باز کردم و شروع کردم بیسکویتم رو خوردن. یه 5 دقیقه دوباره شروع کردیم به رانندگی کردن و سرهنگ یه نگاهی کرد، از توی جیبش یه سیگار در آورد و سیگارش رو روشن کرد و گفتش که من روزه هستم فقط سیگار میکشم. گفتم مشکلی نیست، من ساق طلایی خودم رو خوردم، ایشون سیگار خودشون رو کشیدن. و یکم گذشت، نگاه کرد، گفت بده ببینیم بابا.
بهش ساق طلایی خودم رو دادم و با هم خوردیم و ولی زیاد در خصوص شکستن روز حرف نزدیم. امروز که مسیحی شدیم این پرسش رو باید از خودمون هم بپرسیم. آیا امروز این پرستش رو که انجام میدیم پرستش صادقانه است؟ من به صورت کلی میگم برای زندگی شخصی خودمون، دعاهایی رو که به حضور خدا بلند میکنیم، نیایشهایی رو که توی اندرون خودمون هست و توی جمع به صورت مشخص، آیا این پرستش ها، آیا این نیایش ها، این عبادت ها، عبادت هایی هست که از دل ما برمیخیزه؟ خدا دل ما رو میبینه. من یه صحبتی داشتم، توی این کتابم نوشتم، نمیدونم چند نفر با شما از من با این گفته موافق هستید یا نه. اگر پرستش های جمعی ما از دعاها و نیایش های خلوت ما بیشتر باشه، من فکر میکنم یه مقدار در خلوص دعاهای ما سوال برانگیزه. اگر ما توی خونه های خودمون پرستش نمی کنیم، اگر توی خونه های خودمون حضور خدا زانو نمی زنیم و دعا نمی کنیم، این ارتباط رو اونجا نمی بریم، شاید ما هم مثل فریسیان، مثل ریاکاران، از خودم میگم من این رو بارها این شکست رو داشتم، الان هم این شکست رو دارم، داریم رشد میکنیم توی ایمان مسیح، شاید مثل اون سرهنگ داریم یک نقاب مذهبی رو به صورت خودمون میزنیم بنا به هر دلیلی. همه ما دنبال این نفع هستیم، بعضیا میخوایم از مردم تایید بگیریم، بعضیا دنبال چیز دیگه ای هستیم، بعضیا میخوام تیراهن بگیریم. یه زمانی هر کسی میخواست یه چیزی رو از دولت بگیره خیلی قیافه مذهبی و اینها رو به خودش داشت. ولی سوال از خودمون بکنیم، چقدر از این دعاهای خودمون صادقانه است؟ چقدر نیایش‌های خودمون نیایش‌هایی هستش که از دل برمیخیزه؟ خدا رو نمیتونیم گول بزنیم، ممکنه همسایه خودمون رو گول بزنیم، شبان خودمون رو گول بزنیم، خودمون رو گول بزنیم، گاهی اوقات خودمون باورمون نمیشه کی هستیم، اما خدا دل ما رو میبینه. سوال این هستش که آیا دعاهای ما دعایی هستش که صادقانه است؟ اما دعای ربانی، چرا این دعا مهمه؟ دعای ربانی بینش عمیقی نسبت به مهمترین دل مشغولیت‌های عیسی مسیح، یعنی با پدر صحبت کردن. من مایل هستم به این نجوای آسمانی گوش بدم. من دوست دارم تو این مصاحبت قدسی داخل بشم و خدا رو پدر بخونم. من میخوام با مسیح هم صدا بشم. چه مکتبی بهتر از سخنان استاد؟ چه حرفایی بهتر از حرفای عیسی مسیح؟ چه دعایی زیباتر از دعای پسر خدا که به پای تعالیم او بنشینیم؟ چه نوشته‌ای بهتر از دعای ربانی که بتونیم به این مصاحبت آسمانی نزدیک بشیم، این گفتگوی سری بین پدر و پسر رو درک بکنیم؟ خیلی از مقدسین و الهیاتان ها در مورد دعا کتاب نوشتن. شما توی آمازون اگر برید در مورد دعای ربانی، در مورد دعا و اهمیت دعا و اینها جستجو بکنید، صدها کتاب پیدا خواهید کرد. همه هم از تجربیات شخصی خودشون نوشتن و زیبا هم هست، خوبه از تجربیات شخصی هر کدوم از این افراد بهره بگیریم. اما من میخوام به اون منبع برم، من میخوام اون گوهر ناب رو دستم بهش برسه، اون کلیدی که روزنه های آسمان رو باز میکنه و گوش جان پدر رو به صدای من مینوازه. دعای ربانی دعوت به اعتراف این حقیقت هست که نیاز اصلی همه ما پدر و ملکوت اون هست. اون چه به اون احتیاج داریم دوستان عزیز، مثلا ما ایرانی ها، اصلاحات اجتماعی، انقلاب‌های سیاسی، ایجاد حزب‌های مختلف نیست. مشکل خیلی ریشه‌ای‌تر از این هاست. ممکنه یک دولت خیلی عالی رو داشته باشیم، حزب‌های سیاسی که مردم میرسن وجود داشته باشن. نیاز حقیقی همه ما انقلاب روحانیه. نیاز من و شما عدالت الهیه. عدالتی که کتاب مقدس از اون صحبت می‌کنه،
نه تنها جنبه کیفری داره، خدا قانونی رو بر اساس که انعکاس شخصیت مقدس اوست بر ما آشکار کرده و کسی از این شریعت، از این قانون تخطی بکنه باید مجازات بشه. این یه بودی از عدالت الهی است، عدالت کیفری خدا هست که انبیا هم در خصوص اون صحبت کردن، اما تنها داد مجازات و تنبیه رو به سر نمی بردند، بلکه اون چیزی که کتاب مقدس از عدالت الهی داره صحبت میکنه و به ما یاد میده بعد توضیحی داره. زمانی که پادشاهی خدا برقرار بشه، زمانی که ملکوت عادلانه خدا بر روی زمین قرار بگیره، نیازمندها سیر خواهند شد، اشکهای دردمندها پاک میشه، تلها هموار میشه، پستیها پر میشه و مساوات برقرار میشه. مساوات قانون زندگی میشه و دعای ربانی داره این نوید رو به ما میده. اگر شما ادامه بدید و دعای ربانی رو تا آخر بخونید، متوجه میشید که خدا داره از عدالت توزیعی خودش صحبت میکنه، اینکه من به نیازهای همه شما خواهم رسید، اشکها رو پاک خواهم کرد. وقتی که پادشاهی من برقرار بشه، تمام این عدم تساوی رو که تجربه کردید و حقایی که زائل شده، رنجهایی که تحمل کردید، تراژدی هایی که زندگی شما رو ویران کرده از بین خواهد رفت. میخوام در خصوص پدر صحبت بکنم. بس امیر تتلو. چند نفر از شما دوستان عزیز از زمینه اسلام به مسیح ایمان آوردید؟ اکثر ما نه. آیا تا به حال دیدید که توی یک باوری، توی یک مذهبی خدا رو پدر خطاب بکنن؟ این اولین چیزیه فکر میکنم که ما وقتی که با یک مسیحی روبرو میشیم به ما میگن که میتونی خدا رو پدر خطاب بکنی. تجربتون چی بود؟ چه احساسی داشتید؟ بعضی ها در شک بودن، بعضی ها فکر کردن این کفره، بعضی ها با دلشون خیلی صحبت کرد، نه؟ ولی این حقیقتی است که کلام خدا داره به ما تعلیم میده که این خدای فراباشنده، این خدای متعال که نمیتونی بهش دسترسی پیدا بکنی، این خدایی که به هیچ وجه شبیه هیچ کدوم از ما نیست، خلقت از خلقت او بسیار متفاوته، اما در این حال این خدا خدای فروباشنده ای هست. این خدا خدای نزدیکیه. این واژه کتاب مقدسی رو استفاده میکنه. کلام خدا میگه خدای ما خدای نزدیکه، در بین ماست. و عیسی مسیح داره یه بعد تازه‌ای رو، یک تصویر تازه‌ای رو از این نزدیکی و فروباشندگی خدا داره به ما میآموزه. خدا پدر ماست. این اسم، این لقب معنای خیلی زیادی داره. منظور عیسی از اینکه خدا رو پدر خطاب بکنیم چی هست؟ خیلی از ماها هستیم که توی خانواده بزرگ شدیم که والدین ما چندان توجه زیادی به ما نکردن، خیلی ابیوز کردن ما رو، خیلی سوء استفاده کردن، خیلی سوء استفاده های زبانی شده، شخصیت ما رو کوبیدن. چند سال پیش یک عزیزی پیش من اومد و من گفت که یه زمانی که توی خدمت مشاوره کلیسایی بودم و خیلی هم برام سخت بود که این دردها رو میشنیدم، یک عزیزی آمد و گفت من نمیتونم خدا رو پدر خطاب بکنم. و بعد گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه پدر من وحشتناکترین موجودی هستش که من تا الان میشناسم. پدر من خیلی از من سوء استفاده میکنه، من نمیتونم پدرم رو تحمل میکنم، تصویر بسیار زشت و کریهی از پدری دارم. چطور میتونم حالا بیام این خدایی رو که کتاب مقدس، خدایی رو که عیسی مسیح داره به ما معرفی میکنه و تشویق میکنه که او رو پدر خطاب بکنم، او رو به عنوان پدر بپذیرم؟ همه ای ما این رو درد رو داریم و مشکل ما این هستش که ما داریم درک خودمون رو، نمیگم این مشکل، این درد ما درد ظاهری هست، این درد خیلی عمیقی هست، ریشه داری هست و باید روش کار کرد. کلیسا باید کمک کرد که از این مسیر، از این درد بیایم بیرون و از مسیحیان خارج از کلیسا که متخصص این کار هستن باید بخوایم که به ما کمک بکنن در کنار دعا و از استخاضه این که خدا ما رو دگرگون بکنه. اما مشکل ما این هستش که ما داریم یک تصویر زمینی شکسته به هم ریخته فاسدی رو داریم انعکاس میدیم به اون ذات مقدس،
اون پدری که قرار هست پدرهای زمینی رو تعریف بکنه، کیفیتی که ما باید به عنوان پدر توی زندگی خودمون بپذیریم. به همین خاطر خیلی از ماها مشکل داریم که خدا رو پدر خطاب بکنیم، اما خدا میخواد که این تصویر رو توی زندگی‌های ما که ناشی از خانواده‌های شکسته و روابط دردناک هست تغییر بده. خدا میخواد به ما یک چیزی رو بگه. این تجربه‌ها واقعی هستند و نمیتونیم اونها رو انکار بکنیم، اما لحظه این تجربیات تلخ و این خاطرات دردناک رو کنار بگذاریم و به دل مسیح گوش بدیم. پولس به ما یاد میده که روح خدا به ما این توانایی رو میده تا خدا رو پدر خطاب بکنیم. ابا، ای پدر. امروز توی این سرودا خوندیم ابا، یک واژه آرامی هست که خدا رو خطاب میگه. مفهوم پدر چی هست؟ که سلاید بعدی رو هم داشته باشیم. مرسی. یک متخصص کتاب مقدس هست، پژوهشگر کتاب مقدس به اسم جهاکیم جرمایز، توی مطالعات خودش از دعاهای مسیح به ما میگه. میگه که عیسی مسیح توی تمام دعاهای خودش بدون استثناء، بدون فقط یک بجز یکی از دعاهاش، خدا رو پدر خطاب بکنه. هر وقت به خدا دعا میکنه میگه ای پدر من. عیسی 170 بار توی اناجیل نام پدر رو به زبان میاره و تنها زمانی که عیسی در دعای خود خدا رو پدر خطاب نمیکنه زمانی بود که روی صلیب بود و به خدا گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی، تو انجیل متی باب 27 آیه 26. اما با این وجود پیش از اینکه آخرین نفسش رو بیرون بده دعای خودش رو ادامه میده و اینجور تموم میکنه: ای پدر، به دستهای تو روح خودم رو میسپارم. عیسی در مقام یک ربا و معلم از سنت یهودی که در زمان خودش حاکم بود با پدر کردن و خطاب کردن خدا فاصله میگیره، یک انفکاک خیلی عظیمی ایجاد میکنه. عیسی اولین کسی بود که چنین واژه‌ای رو برای خدا انتخاب میکنه و به خدا و برای خدا استفاده میکنه و میگه ابا. توی باغ جسمانی میگه ابا، ای پدر. این همچین دعای خیلی تازه‌ای بود برای یهودیان و ما توی زمانی که عیسی توی مستندات یهودیان از دوره دوم معبد، یعنی 400 سال قبل از عیسی مسیح و تا 70 بعد از میلاد و حتی بعد از اون، ما هیچ مستندی و هیچ مکتوبی نداریم که در اون یهودیان خدا رو پدر خطاب بکنن. این تعلیمی رو که عیسی مسیح میاره و میگه خدا رو پدر خطاب بکنی، تعلیم بسیار انقلابی بود. اگر یه یهودی متعصب این دعایی رو که از زبان مسیح و شاگردان میشنید، مطمئناً با چوب و چماغ از اونها پذیرایی میکرد. اما نه تنها عیسی مسیح خدا رو پدر خطاب میکنه، بلکه کلام خدا میگه که او ما رو هم پسران خدا و دختران خدا کرده. یادتون هست یوحنای رسول به ما چی آموخت؟ یوحنا باب 1 توی سلاید داریم. همه کسانی که او را پذیرفتند این حق رو داد که فرزندان خدا شوند. کسانی که او را پذیرفتند این حق رو، این قدرت رو داد که بتونیم ما هم همزبان همصدا با عیسی مسیح پسر خدای زنده خدا رو پدر خطاب بکنیم. و پولس رسول صحبت‌های یوحنای رسول رو توی رساله خودش منعکس میکنه توی کتاب رومیان باب 8 آیه 15. میگه شما روح پسرخواندگی را یافتید که به واسطه آن ندا در میدهیم ابا پدر، و روح خدا با روح ما شهادت میدهد که ما فرزندان خدا هستیم. تجربه کردید؟ چه کسی اینجا پسر خدا هست و میتونه خدا رو پدر خطاب بکنه؟ چه امتیاز عظیمی
مخصوصا برای مایانی که خدا رو به عنوان یک قدرت مطلق، یک قدرت بی احساس که تنها اراده است و شریعت خودش رو به ما ابلاغ کرده و از ما به ما دستور داده و انتظار داره که اون رو مو به مو اجرا بکنی، و اگر اون رو اجرا نکنی نتیجهش کیفر الهیه، نتیجهش مجازاته، نتیجهش مرگه، نتیجهش عذاب جاودانیه. اما عیسی مسیح تمام این تصورات رو، این پیشفرض‌ها رو تغییر میده و میگه درست خدا شریعت رو به ما بخشیده که بر اساس اون عمل بکنیم، اون رو اطاعت بکنیم، اما بُعد دیگه‌ای رو از وجود خدا هم هست که نه تنها در عهد عتیق هم آشکار بود، بلکه در عهد جدید خیلی پررنگ‌تر شد و امروز ما میتونیم اون رو از طریق شخص عیسی مسیح دریافت کنیم. به همین خاطر این دعا رو دوستان عزیز تنها کسانی میتونند و جایز هست به زبان بیارند که از روح خدا از نو مولود شدن و وارد این خانواده زیبای الهی شدن. اگر کسی به عیسی مسیح ایمان نداره، دوستان عزیز، اینو کلام خدا به صورت مستقیم نمیگه ولی برداشت من از کلام خدا است، اگر ما به عیسی مسیح ایمان نداریم نمیتونیم خدا رو پدر خطاب بکنیم. پدری خدا زمانی واقعی میشه توی زندگی های ما، معنا پیدا میکنه و ما میتونیم در حضور او وارد این رابطه منحصر به فرد بشیم که عیسی مسیح نجات دهنده ما رو، گناهان ما رو بخشیده و ما رو عادل گردانده. کلیسای، حالا جالبه، کلیسای اولیه و اسقف های مثل امبروز اهل میلان به کسی اجازه نمیدادن دعای ربانی رو به زبان بیاره مگر اینکه توبه کرده باشن و برای بخشش گناهان خودشون تعمید گرفته باشن. توی کلیسای اولیه شما بعد اول تعمید رو گرفته باشید، توبه کرده باشید تا اجازه می‌داشتید تا دعای ربانی رو به زبان میارید. من نمیگم حالا هر آن چیزی که اونها کردن اصلی هستش که ما باید دنبال بکنیم، اما داره به یه حقیقت خیلی زیبایی اشاره میکنه. کسانی میتونن با خدا وارد رابطه پدری و پسری بشن که عیسی مسیح این رابطه رو براشون ایجاد کرده، و اگر عیسی مسیح توی زندگی اونها نقش نجات دهنده رو نداره، رابطه ما آفریننده و مخلوق هست، خدای قانونگذار و انسانهایی که قانون رو شکستیم. و در نهایت کلام خدا میگه آنانی که این رابطه شکسته در اونها شفاف پیدا نکنه عذاب جاودانی رو خواهند داشت. بیمانان باید از این دعا مثل شام خداوند اجتناب میکردن در اون زمان، و همونطور توی کتاب دیتاکه، یکی از کتابهای بسیار قدیمی مسیحیان، از ایمانداران به مسیح خواسته میشد که روزی سه مرتبه این دعا رو به زبان بیاره. اینا همه اشاره به اهمیت این دعای زیبا داره. زمانی که به روح خدا از آسمان یه بار دیگه زاده میشیم، اون وقت میتونیم به جرأت خدا رو پدر بخونیم. پولس میگه اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خدا در دلهای شما فرستاد که ندا میکند یا ابا، یعنی ای پدر. همه ما با این بود پر از مهر پدری خدا آشنا هستیم. فکر نمی کنم کسی معنای پدر رو ندونه توی این قسمت. همیشه هم مثلا توی 50 سال گذشته توی تمام کلیساهای آمریکا این موعظه شده که هر وقت ما میگیم خدای پدر و واژه و لقب پدر از زبان ما بیرون میاد، داره به اشاره به صمیمیت، نزدیکی، رابطه بی همتا و منحصر به فرد انسان گمشده‌ای که الان بخشیده شده و خدایی که او را میپذیره اشاره میکنه. این یک حقیقته، نمیشه انکارش کرد. اما من میخوام امروز به یه بُعد دیگه از محبت خدا که در پدر، واژه پدر نهفته است و یه مقدار کم بهش تفکر میکنیم فکر بکنیم، به بُعد رهانندگی اون. به نظر من این مفهومی که در واژه پدر هست خیلی بالاتر از مفهوم محبت و صمیمیتی که ما همیشه در ذهن داریم. فکر میکنم که هر وقت خدا رو پدر خطاب میکنیم باید اول به مفهومی بیندیشیم که نویسنده کتاب خروج از استعمال این واژه در ذهن داشت.
نمیدونم میتونید بخونید، من برای این رو قرائت خواهم کرد. به فرعون بگو که خداوند چنین میگوید: اسرائیل پسر من و نخست زاده من است، و به تو میگویم پسرم را رها کن تا مرا عبادت نماید، و اگر از رها کردنش ابا نمایی، همانا پسر تو یعنی نخست زاده تو را میکشم. کتاب خروج باب 4 آیات 22 تا 23. زمانی که قوم اسرائیل برده هایی که در زیر دست فرعون اسیر هستند خدا رو پدر خطاب میکنن، این ندا و استغاثه مملو از امید رهایی است. قوم اسرائیل 400 سال زیر دست مصریان اسیر بود، برده اونها بود، و خدا تصمیم میگیره بر طبق قول و وعده ای رو که به ابراهیم هم داده بود توی کتاب پیدایش، که من این قوم خودم رو توی زمان مقرر آزاد خواهم کرد. و الان داره با موسی صحبت میکنه و داره میگه که اینها فرزندان من هستم. وقتی که داره میگه فرزندان من هستم، معنای دیگه چی هست؟ یعنی من پدر او هستم، من پدر قوم اسرائیل هستم. و این رابطه پدری و فرزندی در چی داره معنا میشه؟ رابطه پدری و فرزندی که اینجا داره خدا به موسی در رابطه آزادی قوم اسرائیل اعلام میکنه، در رهانندگیه، در رستگاریه، در آزادیه. وقتی عیسی به شاگردان خودش میگه که خدا رو پدر خطاب بکنید، شاگردانی که یهودی بودن، نه همه اونها یهودی بودن، آشنا بودند با کتب عهد عتیق، با مهمترین داستان کلام خدا، با محوریترین داستان کلام خدا که هویت قوم یهود رو شکل میداد. قوم یهود بر اساس داستان کتاب خروج هویتشون شکل گرفته بود. یهودی یعنی کسی که جزء قومی بود که خدا او را از مصر آزاد کرده. وقتی که شاگردان یهودی دارن از حرفای مسیح چیزی رو میشنون و دارن تفسیر میکنن، متوجه هستن که اشاره عیسی مسیح به داستان خروجه. میدونن که مفهوم پدری یهوه از روایت کتاب خروج جدا نشدنی نیست. شما نمیتونه، یک یهودی هر وقت میگفت به خدا پدر، توی دعاها و نیایشای خودش خدا رو پدر خطاب نمیکرد. این رسمی نبود، این برای یک یهودی کوچک کردن خدا بود. حالا توی قرنهای بعدی بعد از مسیح این جا میفته و یهودیان خدا رو پدر خطاب میکنن توی بعضی از نوشته های خودشون. اما هر وقت یک یهودی خدا رو پدر خطاب میکرد، اشاره اون به آزادی قوم اسرائیل از مصر بود. و شاگردان مسیح از این آگاه بودن. و وقتی که مسیح میگه ای پدر ما که در آسمان هستی، بدون هیچ وقفه شاگردان دارن به کتاب خروج فکر میکنن. زمانی که از شاگردان خواسته میشه تا بار دیگه یهوه رو پدر بخونن، منظور خروج دیگری هست، منظور رهایی است. انتظارها به سر اومده و خدا ملکوت خودش رو از طریق مسیح خودش قرار هست برپا بکنه. ادای نام پدر برای یهودیان ندای آزادی بود، نوید گسستن زنجیرها، اون رهایی که به داستان اسارت دیگه ختم نمیشد. اگر پسر شما را آزاد بکند، شما در حقیقت آزاد هستید. چرا فرق میکنه کیفیت رهانندگی و رستگاری که عیسی مسیح داره به شاگردانش میگه؟ قوم اسرائیل از مصر آزاد شدن، خدا اونها رو با کارهای عجیب از این اسارت آزاد کرد، اما چه اتفاقی افتاد؟ دوباره اسیر شدن، خدا دوباره اونها رو آزاد کرد، به تبعید رفتن، از تبعید آزاد شدن، توی کشور خودشون اسرائیل، قوم امپراتوری قوم بر اونها داشت حکومت میکرد. اونها آزادی واقعی و نهایی رو تجربه نکرده بودند. این چرخه آزادی و بندگی بارها در تاریخ قوم اسرائیل تکرار میشد، اما این بار عیسی از اسارت دیگه‌ای، از یک رستگاری دیگه‌ای داره صحبت میکنه. قوم اسرائیل اسیره،
اما اسارت او با پایمال شدن زیر پوتین های سربازان رومی که این سرزمین رو اشغال کردن تعریف نمیشه. قوم اسرائیل باید از بندهای خودش رها بشه، اما این آزادی به وسیله انقلاب سیاسی و شورش ضد نظام به دست نمیاد. بله، مسیح پادشاه موعود بود و قرار بود ظهور بکنه و ظهور کرده بود، اما عیسی مسیح یک شورشی نبود که خواستار استبداد باشه و به زور شمشیر بخواد امپراتوری روم رو به زمین بندازه، بلکه اون چیزی رو که عیسی مسیح به ارمغان آورده بود یه جنس دیگه ای داشت. عیسی مسیح قرار بود انقلاب بکنه، اما انقلاب عیسی مسیح انقلاب روحانی بود. اون پادشاهی که قرار بود برقرار بکنه قرار بود توی دلهای ما مؤمنین باشه. این وعده ای هستش که دلهای مؤمنین عهد عتیق رو برای قرنها گرم نگه داشته بود، و این دعوتی هستش که عیسی از شاگردان داره امروز میکنه که در دعاهای خودتون تحقق این وعده رو به یاد بیارید. مسیح اومده و عمل رهایی بخش اون نه تنها برای قوم یهوده بلکه به جهت تمام امت هاست و به کمال خواهد رسید. حقیقت هم این هستش که قوم اسرائیل هنوز توی تبعید هستن، خودشون توی تبعید میدونن، هرچند از بابل و آشور برگشتند اما توی سرزمین خودشون به اسارت رفتن. حتی امروز اگر از یهودیان امروزی هم بپرسید، اونها به شما خواهند گفت که ما آزادی واقعی رو تجربه نکردیم، هنوز ما در اسارت هستیم. زمانی که اسرائیل کشورهای دیگه دست از سر اسرائیل برگردانن، پادشاهی یهوه برقرار بشه، عدالت برقرار بشه، اون زمان فلواقع قوم اسرائیل آزاد خواهد شد. این آزادی، این بازگشت از تعبید، این خروج زمانی اتفاق خواهد افتاد که مسیح بیاد. در حقیقت وقتی که عیسی مسیح داره به شاگردان خودش میگه، میخوام این بود پدر بودن خدا رو بدونید. بود محبت خدا رو شنیدیم، نه؟ خدا پدر هست، محبت و صمیمیت رو داره به ما یاد میده. اما طرف دیگه سکه که برای یهودیان آشکار بوده، برای ما امروزی که 2000 سال از این داستان یهودیان فاصله گرفتیم، شاید یه مقدار کمرنگ هست، طرف دیگه داستان این بود. هر وقت عیسی مسیح میگفت که بگید ای پدر ما که در آسمانی، در حقیقت داره به ما اینو میگه که دعای شما این باشد اکنون مسیح بیاد، باشد که امروز ما نجات پیدا بکنیم. مسیح داشت به شاگردان میگفت که دعای شما برای رستگاری باشه. دعای مسیح فراتر از معرفی یک رابطه نزدیک و صمیمانه با خداست. مقصود مسیح از این دعا، دعای ربانی، تشویق شاگردان برای داشتن تجربه عمیق‌تر روحانی در دعا به شکل کامل و مطلقش نیست، هرچند این هست. اون چه مسیح از شاگردان میخواد تا در دعا طلب بکنند، درخواست رهایی، درخواست برقراری ملکوتی است که توی اون رابطه عمیق روحانی، آزادی از شریر، عدل و انصاف جهان شمول به همراه طلبیدن نان روزانه و بخشش و آمرزش همه با هم در تنیده شدن. ملکوتی که با انقلاب صلیب آغاز شد، سلطنتی که با مرگ مسیح پایه‌های استبدادی رو که ضد خلقت خدا افراشته شده بود لرزاند. مسیح داره به ما میگه که هر وقت که دعا میکنید ای پدر ما که در آسمان هستید، بگید من انقلابیم، من پادشاهی یهوه رو از طریق عیسی مسیح میطلبم، باشد که پادشاهی یهوه از طریق مسیح اتفاق بیفته و این رستگاری، این نجات رو ما امروز تجربه بکنیم. مسیح مثل موسی برای رهایی قوم خودش اومده بود، اما این بار موسی زمان رستگاری رو برای سایر قوم ها هم آورده بود. زمان تبعید دوستان عزیز به سر رسیده، دوران زلالت و اسارت به پایان رسیده، دم صبح خدا آمده، امروز خدا آمده تا ما رو از بندهای گناهان خودمون نجات بده، امروز خدا آمده تا از دردهای خودمون ما رو رهایی ببخشه. هرگاه میگیم که ای پدر، توی دعاهای خودمون به یاد بیاریم که مسیح آمده. پدر
پسر خودش رو فرستاده و یهوه پادشاه خودش رو به جهت آزادسازی مأمور کرده. این انقلاب شروع شده و پایه‌های استبداد شریر و گناه ریخته، عدل و انصاف رویده. این پیامه دعای ربانی، آغاز همین کلمه اولش ای پدر ما هست. هر وقت خدا را خطاب میکنیم باید این رستگاری با شکوه که مسیح برای ما برمغان آورده رو به یاد بیاریم. به واسطه ی گناه مرگ آمد و مرگ دامنگیر همه شد، اما مسیح به ما حیات بخشید. پدر خواندن خدا نه تنها اعلان کار نجات بخش خدا از طریق مسیح است، بلکه انقلابی گشتن است. از این منظر من و شما سربازان انقلاب هستیم، فدایان حق، نه اونایی که اسلحه میگیرن و جنگ میکنن، ما فدایان مسیح هستیم. مسیح ما رو خونده تا خبر پیروزی انقلاب رو به سایرین برسونیم. همونطور که مسیح خدا رو پدر خودش خوند و به ما یاد داد، به جهت تحقق پادشاهی الهی در سرسپردگی کامل راه صلیب رو به پیش گرفت، ما هم خدا رو پدر خودمون میخونیم. سینه های خودمون رو برای انقلابی که پسر شروع کرده ستبر میکنیم. وقتی میگیم که ابا، یعنی لبیک ای خداوند، مرا بفرست تا خبر انقلاب آسمانی رو، پادشاهی یهوه رو، رستگاری آسمانی رو اعلام بکنم. زمانی که اشعیا نبی پادشاه، توی باب 6 این رو میخونیم، کتاب اشعیا، پادشاه آسمان و زمین رو ملاقات میکنه و حضور مقدس و پرجلال خدا رو تجربه میکنه و درک عظیمی رو از حضور خدا پیدا میکنه، زمانی که بخشش الهی رو تجربه میکنه، دل پدرانه یهوه رو در افاضه فیض میبینه، نه تنها غیرت یهوه کیفیت زندگی اون رو دیگرگون میکنه، اشتیاق به مقدس زندگی کردن و اطاعت خدا در دل او زیاد میشه. غیرت پیام رسانی و خدمت وعظ و تفقد الهی او رو وامی داره تا سخنگوی خدا باشه. امروز این پیغام برای همه ما هست دوستان عزیز. عیسی مسیح به ما داره تعلیم میده. همه ما فکر میکنم توی دل خودمون اگر هم به زبان اعتراف نکردیم، ولی از خدا خواستیم که ما یاد بده چطور دعا بکنیم، مخصوصا توی اوایل ایمان خودمون. بعد نمیدونم چطور دعا بکنم، خدایا به من یاد بده چطور دعا بکنم. تعلیم مسیح تغییر نکرده، از همون آغاز همینه. ای پدر ما که در آسمانی، این پدر برای ما چه معنایی داره؟ این پدر درست صمیمیت ما رو داره به ما نشون میده با خدا، اما طرف داستان دیگه این واژه این هستش که به یاد داشته باشیم، از یاد نبریم که من گناهکار بودم، من مستحق جهنم بودم، مستحق کیفر آسمانی بودم، مستحق بودم که از خدا تا به ابد جدا بشم، اما خدا راهی رو برای من مهیا کرد از طریق عیسی مسیح. به شاگردان گفت که دعا بکنی که در حقیقت مسیح پادشاهیش برقرار بشه، رستگاری به کمال برسه. هنوز مسیح روی صلیب نرفته بود، هنوز مسیح نگفته بود تمام شد. ولی امروز ما میتونیم با از آینده به گذشته نگاه بکنیم و وقتی که میگیم ای پدر ما که در آسمانی، این رو به یاد بیاریم که پدر کار خودش رو از طریق عیسی مسیح به کمال رسوده و نجات رو برای ما تهیه کرده. آیا ما میخواییم وارد این نجات بشیم و این رو با خلوص نیت زندگی بکنیم؟ ما میتونیم خدا رو پدر خطاب بکنیم، اما اگر پدر بودن خدا رو تجربه نکردیم، اگر این رستگاری رو در زندگی نکردیم که بعد از این رستگاری این صمیمیت میاد، دعاهای ما هیچ فرقی با فریسیان و ریاکاران و ملایان و مذهبیونی که در گوشه و کنار فقط دعاهای خودشون رو به نمایش میگذارن نداره. این فرصت رو از دست ندیم. من میخوام این فرصت کوتاهی که داریم با هم دعا بکنیم. میدونم خیلی از ماها در حضور خدا او رو پدر خطاب کردیم و گاهی اوقات خدا فیض خودش رو هم نشون داده، یک ارتباط زیبایی رو هم لمس کردیم، تجربه های موقت روحانی رو هم داشتیم، اما این هنوز دی ان ای زندگی ما نشده. میخوام از این فرصت استفاده بکنیم. از کشیش آلبرت هم میخوام دعوت بکنم که من تو این دعا همراهی بکنم، و برای کسانی که هنوز این
آشنایی براشون حقیقت توی زندگیشون نشده و این تحول عمیق و جدی رو توی زندگی خودشون تجربه نکردن رو امروز این فرصت رو داشته باشن که با این خدای عظیم فراباشنده متعال که شبیه هیچ کس نیست، آتش سوزاننده است، خدایی که قدوسه، متفاوته و کسی نمیتونه به اون نگاه بکنه، به اون نزدیک بشه و زنده بشه، امروز این فرصت رو ایجاد کرده که از طریق شخص عیسی مسیح این خدای مقدس پدر ما بشه، ما رو هم مقدس بکنه، وارد این رابطه از طریق عیسی مسیح بشیم. اگر این رو امروز به زبان آوردیم اما به دل خودمون اقرار نکردیم، اگر این رو توی دعاهای خودمون به خدا خطاب کردیم ولی حالی زندگی های ما نمایانگر این حقیقت نیست، این فرصت هست. من میخوام توی این فرصتی که داریم به این مسئله مقدار فکر بکنیم، خودمون رو تفتیش بکنیم، به صداقت و شفافیت دعاهای خودمون تأمل بکنیم و از مسیح بخوایم که به ما کمک بکنه که به دل خودمون خدا رو پدر خطاب بکنیم. آمین. پدر جان، چه زیباست برای یه کار عظیمی که تو در این دنیا کردی. وقتی به این نقشه فدیه بشر نگاه میکنیم و کارهای عظیم و پر جلال تو رو دنبال میکنیم در کلام زنده خودت که برای ما مکتوب کردی، جز فیض و رحمت و محبت چیزی نمیبینیم. کلام خود رو میگه که هر روز رحمت و فیض تو نو میشه و این فرصت امروز برای ما هم هست که بتونیم نه تنها وارد این رابطه بشیم بلکه این رابطه رو هر روز به یاد خودمون بیاریم که او پدر من هست، نه تنها مرا دوست داره، نه تنها مرا پذیرفته، نه تنها در آغوش امن و پر از فیض و محبت و عاشقانه او هستم، بلکه به من این وعده رو داده که از من محافظت میکنه، بلکه این وعده رو به من داده که مرا نجات خواهد داد، بلکه این وعده رو به من داده تا بتونم در این رستگاری ابدی با اطمینان تکیه بکنم. شایسته جلالی پدر جان، شایسته اکرام هستی. باشد که امروز فرزندان تو که در این جای مقدس جمع شدیم زیر نام عیسی مسیح نجات دهنده خودمون، این دعاهای ما رو بپذیری، این صدای استغاثه ما به گوش مبارک تو، به گوش پدرانه تو برسه، نام خودتو در بین قوم خودت جلال بده و به ما دهانی ببخش، دلی ببخش، عاشق پدر، که وقتی که بیرون میریم خداوند عزیز بتونیم این محبت تو رو اعلام بکنیم، نه با جنگ‌های خانوادگی که با کلیساهای خودمون داریم، نه با درگیری‌هایی که با برادران و خواهران خودمون داریم. اشتراک ما، نقطه اشتراک همه ما پدره، همه ما فرزندان تو هستیم. پدر فرزندان جور و جور داره، گاهی اوقات شیطونی می‌کنیم خداوند عزیز، گاهی اوقات طغیان می‌کنیم، گاهی اوقات حرفاتو گوش نمی‌کنیم، گاهی اوقات هم خیلی زود به بغل و آغوش تو میاییم خداوند، ولی همه ما رو در همه وقت به یک جور دوست داریم. نامت رو برمی‌افزاییم پدر، به نام مسیح. آمین. سو می‌خوایم
تیم دعامون.